سلام از میکنم خدمت دوستان عزیز بریم سراغ قسمت آخر این قسمت قسمت آخر این قسمت قسمت آخر این دقیقا فیچر چارت مو که قرار اضافه بکنیم به این قسمت خب من خود چارت رو تمام کردم قرار بود دیتا پوینتش رو ترایی بکنیم میام داخل اکسپنس یه دونه در حقیقت کامپوننت جدید درست میکنم به نام اکسپنس چارت expense chart.js خب یه فایل CSS هم درست کنم خب. یه رو می نویسم بعد بهتون توضیح میدم که چیه و چه ارتباطی داره با اون چارتی که ما جلسه قبلی درست کردیم خود کامپوننت چارت رو اینجا ایمپورت میکنم که یه دونه باید برم بیرون برم توی چارت چارت خب کانست اکسپنس چارت یه پراپس به عنوان ورودی داره که بهتون میگم چیه خب یه سری دیتا پوینت من اینجا درست میکنم برای ماه های مختلف سال کانست چارت دیتا پوینت یه آرای است از آبجکت ها هر آبجکتی لیبل داره و یه ولیو چیزی که ما قبلا هم دیده بودیمش خب من اینو کپی میکنم به تعداد ماهای سال دو سه چهار پنج شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده خب ماه اول میلادی چیه؟ فکر کنم ژانویه است بعد فبریه است مارچ آپریل می ژانویه اشتباه گفتم این میشه ج جولای بعد آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر و در نهایت دسامبر خب این میشه دوازده ماه پس شد ژانویه، فوریه، مارچ، آپریل، می. این فکر کنم ماه جون میشه، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر فلان. یه مقدار اولی هم به همشون میدم صفر. این مقدار اولیه همشون رو صفر در نظر میگیرم. خب. اوکی این از این میام اینجا چه فارسی شد این کامپوننت اکسپریس چارت من خب قرار یک ورودی داشته باشه ورودیش چیه ورودیش اینه بچه اینو به عنوان ورودی قرار بگیره یعنی لیست هزینه ها رو یا بهتر بگم اکسپنس expense... کجاست این لیست هزینه ها رو به عنوان ورودی قرار بگیره البته اینجا نه توی expenses در حقیقت فیلتر اکسپنس به عنوان ورودی قرار بگیره خب پس لیست هزینه های فیلتر شده رو به عنوان ورودی میگیره چیکار میکنم میگم که برو داخل اون لیست هزینه ها کانست آف پروپس دات اکسپنسزی که به عنوان ورودی گرفتی یه لوپ بزن خب چیکار کن میخوام تک تک این ماها رو اگه مقداری داره پر بکنی یعنی بعد بره داخل این لیست هزینه‌ای که دارم این یک رو هر کدوم یه لوپ بزنه ماهو در بیاره بعد اگر ولیوی داره یعنی این مقدار رو بذاره داخل اون مقداره به جای صفر بذارتش میگم برو اونجا کانست اول ماه رو در بیار اکسپنس مانف برابر با اکسپنس دات دیت دات گیت مانف خب ماه رو در میاره بعد میگم برو داخل آرایم داخل این آرایه این رو بذار داخلش مثلا میگم ژانویه میشه صفر یعنی اگر این این به من صفر بده یعنی منظورم ژانویه است میگم برو تو این آرایه عنصر صفر که میشه اینو وردار به اضافه مساوی اکسپنس دات اماونت یعنی این مقدار رو جمع بزن با amount اون اکسپنس امکان داره یه ماه چند بار تکرار شده باشه برای همین من این به اضافه مساوی گذاشتم الان چه اتفاق میفته اینجا میره روی این لوپ میزنه خب مثلا این ماه هفته مقدارش رو میرزه تو ماه هفت ماه دو صفر رو به اضافه این میکنه دوباره ماه دو این رو به اضافه این میکنه ماه پنج خب صفر رو به اضافه این میکنه یه ماه پنج دیگه داشته باشن به اضافه این میکنه یه همچین کاری اتفاق میفته خب بعد و در نهایت میگم ریترن کن چهار تو به عنوان ورودی هم چی بهش بده؟ دیتا پونتس یا تو باشه چای چایت ورودیش برمه دیتا پونت. پونتس اینو به عنوان ورودی بهش میدم اکسپورت دیفالت اکسپنس چارت خب این کامپوند اکسپنس چارت منه درسته پس بخوام اگه روند رو بهتون نشون بدم بچه ها یه همچین چیزی شد من یه کامپوننت اپ دارم بذارین اینجوری نه من یه کامپوننت اپ دارم خب این یه لیست هزینه ها توشه میاد میره داخل یه کامپوننت دیگه به نام اکسپنسز اد تو اکسپنسز میره تو اکسپنس چارت لیست هزینه های فیلتر شده این دفعه بعد میاد تو اکسپنس چارت از اینجا میره داخل چارت و اینجا چارت من چه اتفاق میفته به ازای هر کدوم در یه دونه چارت بار میکشه پس این میشه اپ من اکسپنسز اکسپنس چارت چارت خب تو هر کدوم من یه پراپسی رو پاس میدم به این یکی اینجوری از این به این چی میاد لیست هزینه اکسپنسز میاد لیست هزینه میاد تو اکسپنسز فیلتر میشه بر اساس سالی که انتخاب شده اون فیلتر شده میاد تو اکسپنس چارت از... بعد اون اکسپنس چارت لیست هزینه های فیلتر شده میاد اینجا چارت دیتا پوینتس رو درست میکنه با استفاده از این حلقه فوری که اینجا نوشتم بعد دیتا پوینتس میاد میاد داخل چارت به ازای هر دیتا پوینت یعنی به ازای هر کدوم از اینها من یه دونه چارت بار میکشم فرایندش کلا این شکلی شد خب حالا میام توی چارت الان چارت یه لیستی از هزینه ها رو گرفته گفتم تو میره روش لوپ میزنه میره روش یه مپ میزنه هزینه ها رو میکشه بیرون ماکسیمومش رو پیدا میکنه این ماکسیموم رو بچه اینجا پاس میدم به این اینو یادم رفته بود خب ماکسیموم که حساب کرد تو هزینه ها الان یا کنید مثلا تو این هزینه های ما ماه هفت میشه اینقدر ماه دو میشه جمع این دوتا ماه پنجم میشه پس ماکسیموم میشه چی؟ ماه دوم که جمع این دو تاست البته جفتشون یه سال هم حالا میخوام این اکسپنس چارت رو کجا نشون بده میام توی اکسپنسز لیست هزینه هاست بین اکسپنس فیلتر و اکسپنس لیست نشونش میدم اینو این فعالش کنم اینجا نشونش میدم یه چیزی هم گفتم باید بهش پاس بدیم چی بود بعد پاس میدادیم تو اکسپنس چارت یه پراپسی من گرفتم کو اکسپنسز ایناش پس بعد اینو پاس بدم بهش چیه این؟ اینه سب کنید این نیست فیلتر اکسپنس اینه اینو به عنوان ورودی پاس میدم اینم ایمپورت کنم این بالا <applause> ببینیم یه چک بکنیم تا اینجا رو ببینیم به چه صورت شد میگه اینو نمیتونم بفهمم تو اکسپنسز تو اکسپنسز نه نه اکسپنسز نبود کجا بود تو اکسپنس چارت فرام چارت چارت آها 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 خب درست شد یه چیزی اینجا ایراد داره بیزه ببینم 22 خالیه 21 آره نیا کن بد داره نشون میده یه ذره خراب شده بذار ببینم چی رو اشتباه نوشتیم توی چارت بار من فکر کنم یه چیزی رو اشتباه نوشتم خب یه مکس ولیو داریم از کجا میاد از چارت میاد مکس ولیو درسته اینم که توتال مکس درسته بعد گفتم این ارتفاع ارتفاع درست دهی من یه چک از بالا بکنم خب این صفر درصد درسته مقدار اولیهش بعد میاد اینجا روند میشه پروپس داد ولیو تقسیم پروپس داد مکس ولیو یه ضرب درصد میشه اینجا یه درصد هم بهش اضافه میشه بعد میاد اینجا چارت بار درسته چارت داشت بار داشت این درسته بعد میاد اینجا کلاس این چارت بار فیل اضافه میشه استایل بهش میخوره که ارتفاع اونو مشخص بکنه خب این درسته لیبل هم که اینجا بهش میخوره این درسته CSSش چطور؟ یه چیز شد اینجا داشته باید خب درسته 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 ببینم چی رو اشتباه نوشتم که وقتی چیز میشه همه چی درسته؟ چهار چک بکنیم خب بچه ها مشکل رو پیدا کردم من اینجا اومدم نیا کنید کل اون آبجکتر یعنی اینو کلش رو به اضافه مساوی این کردم دسته که باید ولیوش رو این کارو رو بکنم اشتباها کلش رو جمع زده بودم الان باید درست شد بله نیا کنید درست شد اینجا که چی نداریم نوزده نداریم یه چند تا دیتا علکی اضافه کنیم ببینیم کار میکنه یا نه اینو میدم ای پنج ای پنج که نداریم نه, نه نه مثلا بدم کار یا نه ام... چی بدیم بچه اه... یه چیز بگید یه چیز علکی میدم فیلم مهم نیست سی ست. ماه یک 2022 22 نداشتیم نه نه خب الان برای 22 هم اضافه شه دو خیلی خوب این هم از اپلیکیشن ما که اون ماکسیموم پر میکنه اون یکی نسبت به ماکسیموم مقدارش مشخص میشه یعنی ماه مارچ ماکسیموم بوده ژانویه مثلا بوده سی درصدش بوده مثلا بوده اینم از این پروژهمون تا اینجا بریم بیایم جلسه بعدی میخوایم قسمت جدید دورم رو شروع بکنیم یعنی مباحث جدید و اینشالله در خدمتتون خواهم بود فعلا خداست